ترس از حمله های تروریستی یکی از نگرانی های آمریکایی هاست. به همین خاطر پذیرش پناهنده در آمریکا از سوریه و دیگر مناطق بحران زده جهان تبدیل به یک فوتبال سیاسی شده. مسعود فریور، خبرنگار صدای آمریکا، در گزارشش درباره نگرش آمریکایی ها به پذیرش پناهندگان پرداخته. این پناهجویان به سمت اروپای غربی می روند. برخلاف اینها، اما پناهجویانی که خواستار پناهندگی در آمریکا هستند، نمی توانند به همین راحتی در سواحل آمریکا ظاهر شوند. برای اسکان پیدا کردن در آمریکا، متقاضیان به دقت غربال می شوند و از بازرسی های امنیتی متعددی می گذرند. فرایندی که اغلب 2 سال به طول می انجامد. مارک استورلا از اداره مهاجرت و پناهندگی وابسته به وزارت امور خارجه ایالات متحده. نکته ای که میخوام قویاً روش تکیه کنم اینه که از همه کسانی که به ایالات متحده میان، پناهجوها بیش از هر مسافر دیگه‌ای بازرسی میشن. اما اغلب آمریکاییان از این نکته بیخبرند. تازگی ها شنیدم که ما قراره 200,000 نفر رو از سوریه قبول کنیم و اینا ممکنه داعشی باشن. من که نمیدونم. صحبت‌هایی از این دست بیم و حراس آمریکاییان را تقویت می‌کند. اما لاوینیا لیمون، مدافع حقوق پناهجویان، می‌گوید این حرف‌ها اساس درستی ندارد. او رئیس یکی از بزرگترین ادارات تجدید اسکان پناهجویان در ایالات متحده است. هیچ کدام از تروریست‌های 11 سپتامبر متقاضی پناهندگی نبودند. هیچ کدام از کسانی که در آمریکا یا پاریس یا هر جای دیگه‌ای در چند سال گذشته کارهای بد ازشون سرزده پناهنده نبودند. با این همه، چون ترس از حمله تروریستی در حال حاضر در صدر نگرانی‌های آمریکایی هاست، پذیرش پناهنده از سوریه و مناطق دیگر در این کشور تبدیل به فوتبال سیاسی شده است. با اطمینان بهتون بگم که در 40 و چند سالی که من در رابطه با پناهنده ها کار کردم، تا به حال اینجور سیاسی کردن پناهنده ها در مبارزات انتخاباتی رئیس جمهوری را ندیده بودم. این چیز تازه ایه. سال گذشته ترامپ به همراه سایر نامزدهای حزب جمهوری خواه، اعضای کنگره و ده‌ها فرماندار خواستار توقف پذیرش پناهندگان سوری شدند. رئیس جمهوری باراک اوباما آن درخواست‌ها را رد کرد و در واکنش به این انتقاد که ایالات متحده برای درمان بحران جهانی پناهندگی به اندازه کافی اقدام نکرده است، به دولت خود دستور داد پذیرش متقاضیان را در سال جاری تا 85,000 پناهنده افزایش دهد. دولت ایالات متحده این هفته اعلام کرد که برای سال آینده در نظر دارد 110,000 پناهنده را بپذیرد. این رقم بزرگترین تعداد در 2 دهه گذشته است.